سرخط خبرها. امریکا برای کنترل افغانستان به آسیای مرکزی وارد می شود. آوارگی و سرنوشت مبهم نظامیان زن در حکومت پیشین افغانستان. قضیه بلخاب جهانی شد و مولوی مهدی انتقام خون مزاری را از طالبان گرفت. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند در تلاش برای ترغیب کشورهای آسیای میانه تا با پذیرش حضور نظامی آمریکا در این کشورها بتوانند اوضاع در افغانستان را کنترل کنند. وال استریت ژورنال در گزارش تازه‌ای که پنجشنبه منتشر کرد از قول فرماندهان ارتش آمریکا نوشت که ایالات متحده می‌خواهد رهبران کشورهای آسیای مرکزی را قانع کند تا با همکاری یکدیگر جلو نفوذ جریان‌های افراطگرا به این کشورها را بگیرند. با باور نظامیان آمریکایی هر چند آسیای مرکزی حیات خلوت روسیه است و کشورهای این منطقه از خشم روسیه حراس دارند، از تحولات داخلی افغانستان و تهدید سازمانهای تروریستی جهادی بیشتر بیم دارند. جنرال اریک گوریلا، مسئول فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در فلوریدا که هفته گذشته و کشورهای آسیای مرکزی سفر کرده بود، میگوید که سه نگرانی اول این کشورها افغانستان است. در 2021 که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دولت اشرف غنی سقوط کرد. اولویت دولت آمریکا کنترل و رهگیری فعالیت‌های القاعده و داعش در داخل خاک افغانستان شد. به همین دلیل آمریکا در جستجوی راه‌های برای رصد بهتر فعالیت‌های این سازمان‌های تروریستی است. کشورهای مانند تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند با آمریکا در این امر همکاری کنند و اجازه دهند پایگاه‌های برای هواپیماهای بدون سرنشین در این دو کشور ایجاد شود. همچنین مراودات اطلاعاتی میان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی بیشتر شود. ارتش آمریکا از ابزارهای اندکی که در حال حاضر برای مهار ستیزه‌جویان القاعده و داعش در افغانستان در اختیار دارد نگران است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس به دلیل بعد مسافت برای کنترل اوضاع ظرفیت محدودی دارند. در سال 2021 و قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که تروریسم در افغانستان میتواند در عرض دو سال منافع آمریکا را تهدید کند، اما بسیار از کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان مرزهای طولانی و بی کنترل کافی دارند، در بهبوده کمبود مواد غذایی و بحران اقتصادی در این کشور از تهدید قریب الوقوع میترسند. جنرال کوریلا میگوید با وجود اطلاعات محدود، آمریکا ایجاد پایگاه‌های جدید آموزشی برای تروریست‌ها در داخل خاک افغانستان را شاهد است. نزدیکی کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان می‌تواند بهترین گزینه برای رصد وضعیت در افغانستان باشد و حتی یک پایگاه کوچک هواپیمایی بدون سرنشین هم می‌تواند یک امتیاز بسیار بزرگ محسوب شود. اما به دلیل واقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، امکان ایجاد چنین پایگاهی بعید به نظر می‌رسد. آوارگی و سرنوشت مبهم نظامیان زن در حکومت پیشین افغانستان. نظامیان زن در حکومت پیشین فرماندهان نظامی تمام سربازان را در دست طالبان رها کردند. انیسه شهید. با تسلط طالبان بر افغانستان، صدها تن از مردان و زنانی که در وزارتخانه‌های دفاع و کشور کار می‌کردند، آواره و بی‌خانمان شدند. نوریه نام مستعار زن 26 ساله است که 4 سال عضو نیروهای ویژه بود و بارها در خط مقدم نبرد با طالبان حضور داشت، اما اکنون از ترس طالبان آوار است. نوریه که هنگام فروپاشی حکومت پیشین در رسته یعنی نیروهای ویژه پلیس کار میکرد، به اندپندنت فارسی گفت که پس از روی کار آمدن طالبان بارها با او تماس گرفته و او را تهدید کردند که محل اختفای خود را افشا کند. جنگ در بلخاب. شورای جهانی هزاره درباره وضعیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. شورای جهانی هزاره درباره وضعیت غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل ابراز نگرانی کرد. این ولسوالی گواهی درگیری میان طالبان و مولوی مهدی فرمانده هزاره تبار این گروه است. در اعلامیه شورای جهانی هزاره که جمعه شب سیم سرطان منتشر شده، آمده است که این شورا نگرانی عمیق خود را در مورد غیر نظامیان منطقه و آسیب پذیری های آنها و بار اجتماعی و اقتصادی خشونت ابراز می کند. درگیری در بلخاب. طالبان ولسوال خود برای دره صوف بالا را کشتند. منابع محلی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که طالبان ولسوال خود برای ولسوالی دره صوف بالای سمنگان را به این ولایت که به دلیل که در خط گلورز بلخاب درست نجنگیده کشته است. همزمان با این منابع، امروز شنبه 4 سرطان به روزنامه دلات روز گفته است که فرمانده امنیت طالبان برای ولسوالی دره صوف بالای سمنگان و 10 تن از افرادش در کمین نیروهای طرفدار مولوی مهدی در بلخاب کشته شده است. دفع 7 حمله تهاجمی پیهم طالبان بر ولسوالی بلخاب. روزنامه 8 صبح.
منابع ملی در بلخاب میگویند که تا حال دست کم 7 حمله تهاجمی طالبان بر مواضعشان را دفع کرده است. این منبع در روز جمعه سیم سرطان به روزنامه اش صبح میگوید که از روز گذشته تا کنون 7 حمله تهاجمی طالبان برای تصرف ولسوالی بلخاب از سوی نیروهای مقاومت مردمی دفع شده که در نتیجه تلفات سنگینی بر نیروهای طالبان وارد شده است. منابع نزدیک به مولای میدی مجاهد ادعا میکنند که در نتیجه درگیری‌ها از بامداد روز جمعه سیم سرطان در ساحه قم کوتل ده‌ها جنگجوی طالب کشته و زخمی شده است. تحلیل و یادداشت: صلاح به جای صلاح، طالبان جنگ را در بلخاب کشاندن. ادامه‌اش: پس از هفته‌ها تلاش ناکام طالبان برای قانع کردن مولای میدی مجاهد، فرمانده هزارت ابار ناروزین گروه، سرانجام جنگجویان طالب بر بلخاب هجوم بردند و جنگ را آغاز کردند. بر اساس تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، صدها تانک و موتر و هزاران جنگجوی طالبان از مسیرهای مختلف به سمت این ولسوالی رفتند. رهبری این جنگ را قاری فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان، ملا فاضل، معاون وزیر دفاع طالبان، محمد ظریف مظفر، فرمانده قول اردید 107 الفاروق این گروه در هرات و همچنان والیان طالبان برای فاریاب و جوزجان بر عهده دارند. در کنار این مسئولان محلی به ویژه ولسوال تعیین شده طالبان برای بلخاب نیز در جنگ حضور دارد و برای طالبان راهگشایی میکنند. منابع در محل میگویند که جنگ نیروهای مولای میدی با طالبان صبح روز پنجشنبه 22 سرطان به رهبری میدی مجاهد آغاز شد. دو طرف در ساحات دزدان‌دره، قم کوتل و آبکلان با هم درگیر شدند. اولین درگیری زمان رخ داد که طالبان میخواستند از ساحه دزدان‌دره وارد ولسوالی شوند. افراد مربوط به میدی مجاهد گفتند که در این ساحه طالبان را کمربار زده و موترها و جنگجویانشان را گیر انداختند. در این رویداد به طالبان تلفات وارد شد، اما منابع از آمار دقیق کشته شدگان و زخمیان رویداد چیزی نگفتند. طالبان در ادامه پس از متحمل شدن تلفات از چندین ساحه قدمنشینی کردند. همچنان در نتیجه واژگون شدن یک رادارنجر طالبان در مسیر دره صوف بالای سمنگان و ولسوالی بلخاب سرپل، سه طالب کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. با این حال درگیری ها میان دو طرف پس از چاشت پنجشنبه نیز ادامه یافت. منابع نزدیک به نیروهای مولای میدی بلخاب گفتند که در پی این درگیری ها 7 نیروی طالبان کشته و 16 تنشان زخمی شدند. همچنان در این درگیری دو نیروی نزدیک به مولای میدی که باشنده ولسوالی زاره بلخ بودند کشته شدند. این رویداد ناوقت روز پنجشنبه 2 سرطان در ساحه بین دزدان‌دره و قم کوتل زمان رخ داد که نیروهای مولای میدی جنگجویان طالبان را هدف قرار دادند. در پی این رویداد 4 موترهای هاموی طالبان و تجهیزاتشان به دست نیروهای مولای میدی افتاد و 2 هاموی دیگر از بین رفت. این زده حمله سبب شد که طالبان به ساحه سیاه خجدی در ولسوالی زاره بلخ عقب نشینی کنند. جزئیات این تحلیل را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.